آقای دکتر روحانی 7/2/1392 خطاب احمدی نژاد میگه، میگه نقدینگی را 68 هزار میلیارد تومان تحویل گرفتید. یعنی چه سالی؟ 84. کل حجم نقدینگی کشور چقدر بوده؟ 68 هزار میلیارد. هزار میلیارد ریال هم نه، تومان. خیلی پوله دیگه، با جوش کلی یه کشوره دیگه. اب پولای تو جیب من شما بگی که درصدی بیش نیست تا اون حجم عظیم پول که توی بانک هاست. اماکنون 1392، یه ما قبل انتخاباته، رساندهی به 450 هزار میلیارد تومان. یعنی 68 هزار میلیارد چقدر گذاشته روش؟ 370 هزار میلیارد گذاشته روش خلق پول کردی. حالا این خلق پول اگر بابتش تولید شکل نگیره چی میشه؟ ارزش پول ملی سقوط میکنه. اگه تولید صورت بگیره همش به سمت تولید بگیره هیچی، که عملا ممکن نیست دیگه همش به سمت تولید بره. چی شد؟ دلار 1000 تومانی شد 3700، دلار گران نشد، ارزش پول ملی ما چی شد؟ کاهش پیدا کرد. آقای احمدی نژاد آیا این هم به تحریم ربط داره؟ راست میگه آقای روحانی، این هیچ ربطی به تحریم نداشت. بانک‌ها خودمون دارن این کارو میکنن. جلوی اینا رو بگیر. حالا چیز جالب میخوام بهتون بگم، بانک همین طرح مسکن مهر چقدر خونه ساختن؟ نزدیک به 3 میلیون، 2,800,900 تومان. چون یه تعدادش مونده دیگه. بانک عاملش چی بود؟ بانک مسکن. بانک مسکن چقدر پول داد برای این طرح؟ 45,000 میلیون. یعنی از اون 378,000 میلیاردش 45,000ش مال چی بوده؟ مال کل طرح مسکن مهر. هر مسکن ساخت یک مسکن، اصلا شغل خونه سازی 300 تا شغل درگیر میکنه. این چون شغل تولید میکنه، این پول رو میبلعه، پول رو میکشه، چون میخواد بره دست کارگره. یعنی این خیلی موجب جهش نمیشه و خوبم هست. کاری که برای دولت کرد، برای همین ماشینا رو، برای اینکه بنظم ملت، ایران خود رو سایپا رو 16% وام داد، از این حس کار درستی، چون پول در داخل به گردش آورد. من منصف باشم، من میگم چرا انداخت؟ برای اینکه میتونه ماشین خوب بسازن، ماشین بهتر بسازن که نمیسازن. چون همیشه تقاضا وجود داره، باز کنن 3 ثانیه‌ای سایت پر میشه، چه لزومی داره؟ پراید پیکان یادتونه اوج دیگه خلاقیتش بود که ترمز دستی اومده وسط. حالا گوش کنید، این نقد وارد بود به دولت احمدی نژاد، منتها او چی میگفت؟ میگفتش که من بخشی از اینها رو آوردم خونه ساختم. اینجور چیز در دولت های روحانی این مسیر ادامه پیدا کرد و بسیار فجیح تر. چرا؟ چون روحانی تولید هم انجام نداد. نقدینگی چی شد؟ از 450 هزار میلیارد ایشون تا همین امروز رسوندش به 1900 هزار میلیارد، یعنی 4 برابر. نتیجهش این میشه که ارزش پول ملی یا 1/4 میشه، چون هیچ چیزی هم سمت تولید نرفته. بعد دولت چی میگه؟ میگه من این پول رو تو بانک ها حبس کردم. گوش کنید، اگه بدمش بیرون ببین چی میشه. برای همین الان میبینی که نه وام میدن به کسی، تورم هم هست. حالا چه اتفاقی میفته؟ این پولا تو بانک حبس شده، چه اتفاقی داره میفته؟ پولی که تو بانک بمونه بهش چی تعلق میگیره؟ سود. چقدر رقمش؟ روزی 1000 میلیارد تومان. یه دقیقه گوش کن، کل 3 میلیون خونه ای که مسکن مهر ساختن 45,000 میلیارد، که الان قسطاش هم داره برمیگرده. شما پولی که تزریق کردی جامعه داره چیکار میکنی؟ پس میگیری با 45 روز فقط. آقای نوبخت آخر ماه که میخوان یارانه بدن دست ملت، میگن ما آخر هر ماه عزا میگیریم. برای چی؟ به خاطر این. چقدر میخوان به ملت بدن؟ 45,000 تومان میخوان پول بدن به ملت. جمع کل مردم جمهوری اسلامی میشه 3,000 خورده میلیارد تومان هر ماه. کل سالش میشه چقدر؟ 39,000 میلیارد تومان. 40,000 میلیارد جهنم و ضرر که هر سالم دارن، هر ماه دارن تعداد این یارانه بگیرا چیکار میکنن؟ کم میکنن، هی میزنن قطع میشه یارانه. چی شده؟ تو انقدر حقوق گرفتی، انقدر تو حسابت پول بوده، ها؟ درست شد. اونا دارن کم میکنن. اینجا رو گوش کن، این فقط پول 3 روزه تولید نقدینگی شما. این فقط پول 3 روزه تولید نقدینگی شما 3,000 میلیارد تو ماه، تو 3 روز. کل سال تو یه ماه و نیم اینو خلق پول کردی. تو یه ماه و نیم دقت کن، تو یه ماه و نیم پول یه مسکن مهری که این مملکت میتونست بسازه. بعد اومدن گفتن این مسکن مهر مزخرفه. خب نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که این پولی که تو بانک مونده سود داره بهش، سودش روزی 1,000 میلیارد تومان. این پول، این 1,000 میلیارد به کی میرسه؟ به خود بانک ها. ببین چرا؟ سپرده گذاری دارن پیش هم دیگه میکنن. ببین، بانک آلفا یه شرکت تأسیس کرده به اسم برادران گستر آلفا. اون شرکت مال خود این بانکه. پولا رو میگیره میبره میذاره تو بانک بتا. 20% چقدر داره سود میگیره؟ باز بانک بتا همین کارو داره با چه میدونم بانک دلتا انجام میده. اون یکی با یه بانک دیگه داره انجام میده. این داره همینجوری روزی 1,000 میلیارد داره تولید نقدینگی میشه. میدونی یعنی چی؟ یعنی روزی 1,000 میلیارد تومان پول بدون پشتوانه داره چاپ میشه و ما هر روز مردم دارن فقیرتر. حالا یه نکته، کیا دارن فقیر میشن؟
اونا که زندگیشون وابسته به ریاله، نه وابسته به غیر ریال. یعنی چی؟ کسایی که غیر ریال دارن ضرر نمیکنن. اون کسی که پراید داشته پرایدش گرون شده، اون کسی که خونه داشته خونش گرون شده، درست شد؟ اون کسی که فقط ریال داشته بدبخت شده، چون یه جنسیو داشته که داشته آب میرفته، یخ زیر زل آفتاب بوده. کی فقط ریال داره؟ بدبخت بیچاره. اون که نه سکه داره، نه دلار داره، نه خونه داره، نه ماشین داره. برج 1500 حقوقشه، ارزش پول ملی 1/3 1/4 شده. 2 میلیون این آدم الان 500,000 تومان بیشتر نمیارزه. یعنی بدترین نوع چیزی بخوای بگی همینه، که شما بیان مردم بدبخت بیچاره اینجوری و اصلا تصمیمی هم بر توقف این روند ندارن. هیچی هم جواب ندادن. نگم طبقه متوسط به پایین رو زدی نابود کردی مردم مومن به خاطر چقدر سیاست. بعد تو هم بخوای حواسا جمع بشه به اینجور چیزا، میگی که تقصیر ترامپ. اینا هیچ کدوم ربطی به ترامپ نداشت. از این طرف تحریم‌ها یعنی اثر نداره. چرا تحریم؟ میگه چی؟ میگه توی دولت که دلار تو فرو... نفت تو فروختی، به چی فروختی؟ به دلار. اینو نمیذارم برگردون. الان اون که محکمش کرد، ما رو مچلمون کرد با برجام تو مرحله دو، گفت حالا نمیذارم اصلا نفت بفروشی. حالا این دولتی که دیگه درآمدم نداشته باشه، اصل بیس درآمدش از کجاست؟ از نفت. ازش بشه نتونه پول کارمنداشو بگه، این یعنی فروپاشی. قشر متوسط به متوسط پایینی که له کردی، حالا بهش بگو حقوق همون 1200 هم ندارم بهت بدم، 2 تومن هم ندارم بهت بدم، خواه چیکار کنم؟ یعنی این طرح آمریکا روی اینجاست. نکته اینجا چه اتفاق میفته؟ خوب میخوام دقت. دولت در به در دنبال اینه که اون پولایی که اون ور داره رو یه جوری اینو تبدیل به ریال کنه. کلی لاف زده، گفته من با برجام کارو پیش میبرم، نتونسته. گفته با اروپایی‌ها پیش میبرم، اروپایی‌ها میگن فقط دارو بهت میدیم، هیچ چی دیگه نمیدیم. اونم دستشو نگرفته. حالا اینجا رو گوش کنید. میخواد اونا رو برگردونه. چیکار کنه؟ یه راه داره. این که من ور دارم نفتو که وارد صادر کردم مثلا به هند، بهش میگم داداش هند جان، میگه بله. این به ما تو دلار نده. به چی بهت بدم؟ عوضش من تو جنس وارد میکنم، میارم خودم به مردمم میفروشم، ریالا رو جمع میکنم، پول جمع میکنم، پولدار میشم. مثلا آقای هند ما چی داری راست کارت؟ مثلا ماشین صنعتی فلان. نه شهرمنده جون داداش، به خوره آمریکا دهنمو سرویس میکنه نمیذاره. آقا بعد این چیز این نه این پیچه رو میگن شما میتونید تو فلان صنعتی هم استفاده کنید. شهرمنده نمیشه تو رو خود. هندونه خاصی ما در خدمت. هندونه برنج خاصی ما در خدمتیم. فلزا هر چیزی خاص، اول گوش کن چی دارم بهت میگم، اول هر چیزی خاص پای وارداتش باز بشه، قبلش تصنعی تو کشور قیمتش میره بالا که مردم پذیرش به وجود بیاد که باید بیاد تو. 1 میلیارد سر گوشتا زدن به جیب واردات چیا؟ 1 میلیارد دلار، 11,000 میلیارد تومان. خب چی میشه؟ من بیارم اینجا به ملت برنجا رو میفروشم، گوش کن، معادل ریالیشو میگیرم، دیدی پول نفت تبدیل شد به ریال. یه سوال، برنجکار شمالی چی میشه؟ بدرک. جوابم حالا برای اینکه این اتفاق بیفته چیه؟ یه وزارت خونه مخصوص واردات باید شکل بگیره. اسمش چیه؟ وزارت بازرگانی. که قبلا تو کجا بودین؟ توی صنعت معدن تجارت، وزارت سمت. دوباره داره آقای روحانی فشار گذاشته که تفکیکش کنه. بیچاره این. وزارت بازرگانی، وزارت واردات. در طول 110 سال شکل گیری وزارت بازرگانی، 110 ساله. تا الان 12 مرتبه این ادغام شده در وزارتخانه‌های دیگه و دوباره تفکیک شده. میدین نکته‌ش چی بوده؟ هر بار واردات‌چیا قدرت رو به دست گرفتن تو کشور، تفکیکش کرد. بعد آقای دکتر روحانی اومده میگه که ما، گوش کنین، میگه که ما میخوایم مردم یک نماینده توی دولت داشته باشن بابت گرونیا. این یعنی چی؟ این هرچی گرون شد ما هیچ کار کنیم؟ وارد کنیم. سوال بنده اینه، این همه گوشت وارد کردی چی ارزون شد؟ مگه به آدمش رسید؟ گوشت از این ور از رومانی و ارمنستان و کجا وارد میکرد؟ از این طرف قاچاق میشد به عراق؟ حالا شما جای مسئول این مملکت یه کاری بخوای بکنی، امسال چی اعلام میکنی؟ میذاری رونق تولید دیگه. ببین عرضه پول بخواد باید بره سمت چی؟ تولید. جلو وارداتم بگیر.